بسه. دیگه نباید گریه کنی. اگه تو گریه کنی اون وقت روح شاهزیب خیلی اذیت میشه. اون واسه خوشحال شدنت میخواست تو رو از اینجا ببره. و اما اگه الان گریه کنی پس اون غمگین میشه که نتونسته برات کاری کنه. فردا عقد من آسی، بعد رفتن من باید تو از اینجا مراقبت کنی. با این زنجیرهایی که به پام بسته چطوری آخه؟ این زنجیرها هم یه روزی باز میشن. اسمت آسیه است، آسیه. امید تو از دست نده، امید تو از دست نده. اینو ببین، اینو ببین، من برای تو کتاب آوردم و این زنجیرها تو رو از کتاب خوندن نمیتونن منع کنن. بگیر. هم میتونی بخونی، هم زمانت میگذره. میخونی دیگه مگه نه؟ میخونم آبجی، ولی کاش تو هم نری از اینجا. باید برم. بدون تو تحمل اینجا سخته. هیچ که دیگه جرأت نگفتن رو نداره. اما تو جرأتشو داری آسی، تو جرأتشو داری. فقط همینطور نبگو. مطمئن باش آسیه، یه روزی بالاخره برنده میشی. فقط بگو نه. یه بار دیگه بهش فکر کن دختر جان. بیرون میرم و میگم که ناز این وصلت رو قبول نداره. این شجاعت رو دارم که با مردم روبرو بشم. شاهزی بهم این شجاعت رو داد. قبول دارم که این ازدواج به رضایت خودم نیست، اما من بیشتر از رضایت خودم آبروی شما رو دوست دارم. بیبی، شما به اونا قول دادین، من نمیذارم قولتون بشکنی، نمیذارم همچین اتفاقی بیفته. برای نگه داشتن قول من تو نباید که همه عمرتو تباه کنی. به خاطر آبروی شما بیبی همه عمرمو فدا میکنم. شما میدونین بیبی،
برای من همینقدر کافیه که من دوباره مامانمو به دست بیارم. ببین ناز، تو داری زن دوم وجاهت میشی. زندگی برات راحت نیست. اونقدر هم سخت نیست. میدونی بی بی، زندگی من که ای سخت بود، وقتی شما کنار من بودی، دور و اطرافم بودی، نزدیکم بودی، اما من نمیتونستم با تون حرف بزنم. بی بی، قبل از رفتنم یه خواهش منو زمین نمیدازی؟ بگو. امروز خیلی دلم میخواد گریه کنم. یه بار منو توی آغوشتون میگیری، دلم خیلی آرامش پیدا میکنه. سکینه بیا، ناز خانم دارن خداحافظی میکنن. خوشبخت بشین آبجی ناز. خداوند خوشبختتون کنه. هنوز نخوابیدی؟ چطوری؟ برو عقب. عصبانی که میشی خیلی خوشگلتر میشی عزیزم. دارم میگم برو عقب، وگرنه میزنمت. نگفتی امشب شام خوردی؟ غذای عروسی ناز؟ حتما کسی برات نیاورد. من خودم بهت غذا میدم با همین دستای خودت. زلیخا خانم، آقا جهان سرشون حرف میزنی یا نه؟ آقا آسیه خانم زده تو سر آقا جهان.
بال. آقا، آقا جان، آقا، تو این همه جرأت؟ گوش کن، من خیلی عصبانیم، به این نگاه نمی کنم که کی توی این خونه چه مقامی داره، کی بزرگه و کی کوچیکه. مزخرف نگو، دو تا پسر این خونواده رو کشتی، هنوزم راحت نشدی؟ هر کی نگاه بد به سمت من بندازه همین کارو میکنم، حتی بدتر از اینم میکنم. برو اینم با خودت ببر، زود باش از اینجا برو. الان حرف میزنه نه؟ مجبورم نکن کاری کنم که حتی نتونه حرفم بزنه. برو. بریم کسخ باشا. آی آی یوشتر آی 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 بشین. چرا پیش اون رفته بودی؟ دیگه از من خوشت نمیاد؟ آخ 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 آخ. دست نزن درد میکنه. اون نگران جون خودش نیست، پس هر کاری میکنه، میخواد یا بکشه یا بمیره. چقدر محکم سر بزدی دختر یعفزی. بی میگم نه بی چیزی نگم، ولی تو رو جون من قسم، اون هنوز به سوگ شاهزیب نشسته، ناراحته، توی ناراحتی یه تصمیمی میگیره، بعدا ما مجبور میشیم تاوانش رو بدیم. ولش کن. باشه، بهش نمیگم، ولی این زخمو که باید درمان کنیم مگه نه؟ خودش خوب میشه، تو نگران نباش، خودش خوب میشه. خودش چطوری خوب میشه؟ ولی نه، مطمئن باش تا چند دقیقه دیگه فرم میکنه. به کوسر میگم که اون معجونی رو که میشناسه براتون درست کنه، زود خوب میشی. برمیگردم. حرفمو گوش کن، به اونم بگو نمیخوام به بیبی چیزی در این مورد بگه. لعنتی. چی نگاه میکنی؟ چیزی نیست خانم. باورتون نمیشه نه؟ که من اون آقا جهانتون رو چند لحظه پیش کتک زدم. نه، من زدمش. هر کی به سمت من بد نگاه کنه همین کارا باش میکنم. هر کی به من نگاه بد داشته باشه، من حتما از این بدتر میکنم. پس حواستون رو جمع کنید.
وای خدای من. هی بسم الله. بی بی ازم خواست نه گریه نکن عزیزم، دخترم گریه نکن. خیلی قدرت پیدا کردی دختر، خیلی بی خیال ول می چرخی. فراموش نکن تا امروز باهات خیلی خوب رفتار کردم. تو هم فراموش نکن که جای زخم قبلی هنوز روی سرت باقی مونده. فکر کنم ضربه قبلی نتونسته عقلت و سر جاش بیاره. تو با هم خوب رفتار کنی یا بد، از الان به بعد من همینم. خیر خواه، پس میبینیم که دفعه بعد کی با کی خوب رفتار میکنه و کی احمقانه رفتار میکنه. ها؟ بسم الله بگو و بخور. آخه چرا این کارو میکنی؟ واسه اینکه خوشم میاد. اما من خوشم نمیاد. اینجوری نگو لطفا. این غذا رو با عشق برات پختم، با دست خودم لقمه میگیرم، شاید بخوری. خوشمزه شده؟ خودت درست کردی؟ اگه تو بگی بازم درست میکنم. نه اصلا لازم نیست. ولی یه سوالی ازت بپرسم. صد تو بپرس. میشه بگی جهانزیب به چیزی گفته؟ در چه موردی؟ منظورم جریان قتل شاهزیبه. نه چرا؟ نه نه منظورم اینه که میخوام بدونم شاهزیب و کی کشته. در اون مورد چیزی میدونی یا تو هم بی خبری ازش؟ چرا اینو میپرسی؟ همینطوری
آخه همه یه محل دارن در مورد کشته شدنش حرف میزنن. علیک السلام، چرا اینجا وایستادی؟ هیچی، همینجوری وایستادم. میگی یا از ماشین پیاده شم؟ نه نه خیر آقا، من غلط بکنم، بهم گفتن از خونتون اگه کسی اومد من اینجا حواسم باشه. چی داره میگی؟ هان منو بکش آقا، اگه اشتباه بگم منو بکش آقا، زبونم لال بشه آقا اگه من به شما دروغ بگم. خانم کوچیک دستور دادن که حواسم به خونه مبشر خان باشه. و اگه این حرف دروغ بود چی کارت کنم؟ آقا من غلامتونم، غلط بکنم اگه بهتون دروغی بگم. باید خونت رو تفتیش کنم. چرا؟ دلیلش رو نمیتونم بهت بگم، اما حتما باید این کار رو انجام بدم. و اگه من مخالفت کنم چی؟ ازت نمیپرسم، فقط دارم میگم. تو غذا تو بخور. بگو چی؟ خیالت راحت شد؟ از کجا غذا آوردی تو؟ راضیه برام آورده، از شهر. اما مزه آردای شهر رو نمیده. من این آردو فرستاده بودم براش. عجب. راضیه وقتی اومد بگو پیش منم بیاد، بالاخره با منم نسبتی داره، ازش میپرسم. اون هیچ وقت خونمون نیومده، اما نون دست بخته اون همیشه سر سفره ما بوده، همیشه. مشین غذا تو بخور. که میرم الان میره خونه دنبالم میکرده.
مراقب خودت باش. وقتی تو چشماتو بسته بودی به شاهزیب فکر میکردی؟ از کجا فهمیدین که داشتم به اون فکر میکردم؟ وقتی تو چشماتو باز میکنی من میتونم اونو توی چشمات ببینم، اما وقتی تو چشماتو میبندی احساس میکنم انگار اون دورو برته، توی قلبت، توی فکرت، توی نگاهات. میتونم اینو حس کنم. شما همونو همینطوری به یاد میارین مگه نه؟ همونیو که دوستش داشتی؟ جیناس بیاین پیش من یه کمی بشینین دیگه. بشین. چقدر لباس خوشگلی پوشیدین، خیلی خوشگل شدین. ببین برای چی آوردم. کتاب. چی شد؟ من هر وقت کتابی باز میکنم صورت آقا شاهزیب جلوی چشمم میاد. دفعه بعد که اومد ناراحت نباش، باهاش حرف بزن، بهش بگو که موقع کتاب خوندن اون اذیتت نکنه، اون خیلی دوستت داشت، خیلی. این کارو که میتونه برات بکنه نه؟ من حس میکنم شاهزیب گریه کردن تو خیلی دوست داشت. نه، پس چرا گریه میکنی؟ مگه نگفتم گریه نکن؟ خیلی تلاش میکنم که گریه نکنم، اما این اشک‌ها به خودی خود روونه میشه. دفعه بعد وقتی به شاهزیب فکر کردی تلاش کن، دیگه گریه نمی کنی. Thank you.
سلام آقا. چی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ کجا رفته بودی؟ صبح که بهت گفتم عروسی خواهر کوچیکه دوستم بود. اون وقت کدوم دوستت؟ هاجر. و اون دختره که عروسیش بود اون اسمش چیه؟ صابره. چرا؟ به من شک داری؟ شما چی فکر کردی؟ که من دروغ میگم؟ شک ندارم، مطمئنم که داری دروغ میگی عوضی. من دروغ میگم؟ پس اتمن این شیرنی هم دروغه. و این گلا، این گلا هم حتما دروغن که وقتی اومدنه عروس و دوماد ریختن رو سرشون. و این لکه چایی هم که روش ریخته شده، این هم حتما دروغه که وقتی چایی میخوردم اینطوری شد. دست تو بده، دست تو بده، با من بیا. کجا؟ میخوام ببرمت خونه ی عروس. اونجا از هر زن و از هر دختری بخوای میتونی بپرسی که اونجا عروسی بوده یا نه و من رفته بودم یا نه. بعدش مطمئن میشیم اگه نه. بریم بریم. لازم نکرده. من دیگه هیچ جا نمیرم. از این خونه که هیچی، از این اتاقم بیرون نمیرم. همینجا میمونم و میپوسم. من همه چی رو میتونم تحمل کنم آقا. علاقه که تو چشمات برای آسیه هستم میتونم تحمل کنم، ولی نمیتونم تحمل کنم به من شک داری. خیلی خوب، بی خیال، من دوستت دارم میدونی، برای همینم بهت شک میکنم. نه آقا، دوست داشتن یعنی اعتماد، یعنی باور داشتن. نه، تو خودت همیشه میگی که اعتماد بهونه فراموش کردنه، نه؟ و شک همیشه اون یکی رو به یادت میاره. خب حالا مگه حق ندارم وقتی تو جلوی چشمای من نباشی من یادت باشم؟ تو بگو. از این به بعد که به هم شک کردی پس من زهر میخورم و میمیرم. باشه، شک نمی کنم. دیگه گریه نکن. گریه نکن دیوانه، گریه نکن. سلام بی بی. تو دیشب جهانو کتک زدی؟
بله. تو خجالت نمی کشی؟ چرا خجالت می کشم؟ واسه همین با چوب زدمش. اگه خجالت نمی کشیدم حرفشو قبول می کردم. تو چی فکر کردی؟ که هر دفعه نجات پیدا می کنی؟ آره همین فکر رو می کنم. فراموش نکن تو زن عقدیش هستی. شما هم فراموش نکنین بیبی. من اون عقد رو قبول ندارم. به زور بله رو از من گرفتن. پس باید شورای جدید برگزار کنم و تصمیم بگیرم. اون وقت میبینم که چطور قبول نداری. من هر تصمیم شما رو قبول میکنم بیبی. اما این یکی یا نه؟ بله خانم. ببینم گوشی من پیش توه؟ نه خیر. راستشو بگو. اگه پیش توه بدش به من. هر چقدر پول بخوای بهت میدم. منو خفه کنین اما به من نگین دوست. اگه میخواستم دزدیم کنم از شما که نمی کردم. اگه پیش تو نیست پس اون کجاست؟ بجنب. کجا؟ خونه مبشر خان. حتما اونجا یه گوشه افتاده. میرم دنبالش بگردم و اگه کسی ازت پرسید بگو رفتم شهر لباس بخرم. زود باش برو شالمو بیار. چشم. بله بی بی جان. بخون. من؟ بین ما سه تا تو با سوادی نه؟ محترم جنت بی بی خانوم سلام علیکم. علیکم السلام. من یه آدم معمولی از روستای شما هستم. اسمم و واسه این ننوشتم چون از آقا جهان خیلی میترسم. که یه وقت منو نکشه. تا حالا انقدر ترس و از آقا اورنگم نداشتیم. اما آقا جهان زندگی ما رو مثل جهنم کرده. آدماشو آزاد گذاشته. راحت میان و دزدی میکنن بدون اینکه حساب پس بدن. قبلن ما مدرسه و بیمارستان از شما طلب داشتیم اما الان یه وعده غذا هم نمیتونیم پیدا کنیم. جون اهالی روستا که هیچی، حتی ناموسشونم امنیت نداره. شما به آقا جهان بفهمونین. شب ظلم شاید طولانی باشه اما بالاخره صبح میشه. یه روز نرسه که مثل آقا اورنگ و آقا شاهزیب یه نفر پیدا بشه و اونو بکشه. تمام شد؟ بله بی بی. بریم.
تو دیگه خیلی میترسی و نمیدونم چرا. بیا بشین، میخوام باهات حرف بزنم. نمیتونم بیام، دارم کار میکنم. حرفی که میخوام بهت بزنم به نفع خودت دختر. واقعا تو از کی تا حالا به نفع من حرف میزنی؟ میخوام با مبشر حرف بزنی. من باهاش حرف زدم، دلم خیلی براش میسوزه. میخوای باهاش حرف بزنی؟ بگو. میخوام حرف بزنم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.